خب ما داستانمون رو شروع میکنیم. بشنوید ای دوستان این داستان. مسافری که اومده رو زمین و داره راهی رو میره و هممون پر از کوله بارمون، پر از چیزها و تجارب مختلفه که با هم دیگه اینجا قسمتش میکنیم. این داستان ما سر ندارد که از ازل بوده است پیش، پا ندارد با ابد بوده است خیش. کلن به تعبیر مولانا همه ما آدم ها بی سر و بی پا هستیم، منبسط بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه. یعنی نامحدود بودیم، جاویدان بودیم، لایتناهی بودیم. و دقیقا درد ما از روزی شروع شد که خودمون رو محدود کردیم به حواس پنجگانمون، به زنجیرهایی که بافتیم و به پای خودمون بستیم. از اون روز محدودیت‌های ما، غم و رنج ما و درد ما شروع شد. غم و دردی که هممون داریم و همین دلیل اینجاییم، چون دنبال اون راهه میگردیم. منم شامل همین شماها بودم و همون حال درد و رنج و غم و داشتم. و بنابراین میگشتم به هر دری، به هر کویی، به هر سوی سر میزدم. گه از آن سوی کشندم، گه از این سوی کشندم. نفسی مست و ملولم، نفسی همدم قولم، نفسی با یوسف در چاه بودم، نفسی هم بر بام بلندم. و خب میگشتیم تا ببینیم کجا میتونیم اون چیزی رو که میخوایم، کجا میتونیم این درد رو درمونش کنیم، کجا میتونی به اون آرامشه برسی، کجا میتونی دیگه این رنج رو برش داری. رنج هم میدونی های که از چیه؟ به این دلیل که من همه چی رو تموم شده، در بیرون همه چی عالی، لذت بخش، خیلی خوب، کامیابی، اما در درونمون میدونیم که تموم شدنیه، محدوده، یه تایمی داره، یه ددلاینی داره. پس نمیخوایم، یه چیزی بالاتر میخوایم، یه چیزی که برامون موندگار باشه، نه فقط برای خودمون، برای همه باشه. این درد رو هممون داریم. خب میگشتم و میگشتم، یار دوست دارد این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. یار آسمانی که بماند، یار زمینی هم آشفته تر، پرتلاش تر. حساب کنین کسی که در سن 50 سالگی 50 تا شغل رو تجربه کرده به شکل حرفه‌ای و یا نیمه حرفه‌ای. ببینین کار و کارآفرینی رو از چه سنی حساب کنین شروع کرد. خلاصه گشتیم، چون کشتی بی لنگرم هی کج و مج، تا بالاخره این لنگر در یک ایستگاهی به نام ایستگاه آها افتاد. ایستگاه آها. آها، مقصودم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. ما باید اون مسیر رو می اومدیم تا به این آها برسیم. این ایستگاه آها برای هممون هست. نقطه‌ای هست که برای کسی که به دنبال هدف مطلوب و معبودی هست، اگر تلاش کنه و پیگیر باشه بالاخره بهش میرسه، گرچه ممکنه بسیار متفاوت باشه با اون راهی که اومده. اما ایستگاهی هست که خط منو نشون میده، میدونه، یعنی جاییه که خطا تعویض میشه، باید پیاده شی، حالا انتخاب کنی سوار کدوم خط باید بشی، ولی دیگه حالت خوبه چون میدونی کجا داری، یعنی سوار چی باید بشی. چون وقتی ندونیم کجا میخوایم بریم، مثلا چه فرق میکنه چه راهی بریم. این ایستگاه آها ایستگاهیه که من دیگه میدونم الان سوار چه ترنی باید بشم و کجا میبره منو. حالا این که درجه یکش رو سوار شم، درجه دو، درجه سه، دست خود منه، به تلاش و همت منه که کدوم یکش رو میخوام. ولی دیگه استیبل میشم، دیگه خاطرم جمعه که این قطار میره تا اونجایی که من میخوام برم. خب قبل از اینکه به این ایستگاه آها برسیم، راهی رو اومدیم، تجاربی رو کسب کردیم یا دیدیم، حداقل دست بقیه. تو این مسیر که اومدیم، برمیگردم مثلا به چندین سال قبل، اول جاده که نه،
حالا وسطای جاده. تو این جاده خیلی دیدیم، به قول سهراب قطاری دیدم که روشنایی می بود. من قطاری دیدم که سیاست می برد و چه خالی می رفت. قطاری دیدم که فقه می برد و چه سنگی می رفت. و ما هم قطارهای مختلفی رو دیدیم. سوارش هم شدیم، تجربه کردیم و پیاده شدیم. خب یکی از اینایی که شاید من سوارش شدم کتاب و کتابخانی بود، مطالعه بود، نه که فقط خودمون میدادیم، به دست هر کسی به جای نظر پل و قیمه کتاب میدادیم بخونن. مدرسه، کتابخونه، شروع کردیم به فرهنگ سازی. خب اینا عالیه مطمئنن، اما کنارش فهم کردم خب این بچه‌هایی رو که ما داریم کتابخونه‌شون می‌کنیم، درس خون میشن، با سواد میشن، عالم میشن، اما نکنه که یه وقتی اگر همون کم سواد میمون آسیب کمتری میزد به جامعه، که حالا من کردمش یه مقام، حالا من کردمش به یه جایگاهی رسوندمش. نکنه به قول مولانا من کرمه رو اجدا کردم انداختم به جون مردم. پس مگر نه اینکه هرچی آسیب جهان ما داره میخوره، مطمئنن آدم های کم سواد و بی سواد و اینا نیستن، خیلی آدم های باهوشی هن، خیلی عالم هن، خیلی دانش دارن. بمب های اتم که ساخته میشه، اسلحه ها، مواد شیمیایی، تغییرات ژنتیکی، همه مال علم. بنابراین کنار این فکر کنیم که چیز دیگه هم غیر از علم حتما لازمه که به اون داده بشه. از طرفی باز می دیدم که از همون پنجره ماشینی که سوار بودم، خب گروهی هستن دارن کمک میکنن و چقدر عالی، ما سیو انرژی داریم میکنیم. 20 و چند سال پیش، هنوز اون موقع صحبت تفکیک زباله و این چیزها اصلا نبود. ما خانم‌ها از داخل خونه خودمون شروع کردیم که کاغذ زباله نیست و درخت ها قطع نشن و خودمون شروع کردیم به این کار و هنوز هم میکنیم. اما باز این فکر اومد، خب تو داری سیو انرژی میکنی که هدر نره، اما ویستینگ تایم و ویستینگ تاوتی که داری اون چی؟ چرا انرژی های خود بشر هی هر روز داره کم میشه و بهش توجه نمی کنه؟ ما به انرژی های طبیعت خیلی داریم احترام میذاریم، به انرژی های خودمون. و آلارماش چیه؟ آلارماش پرخاشگری ها، خشم، اینا آلارمای منه که انرژی داره کم میشه، لو شده. افسردگی ها مال اینکه انرژی نداری. باز این منو برد به فکر. گروهی رو دیدم، منع خشونت علیه این علیه اون، اما کسی که داشت منع خشونت میکرد خودش پر از خشم بود، عصبانی بود، میخواست دوباره با پرخاشگری چیز رو منع کنه. اینم جای فکر داشت. گروهی دیدیم که دارن صلح برقرار میکنن، از همه خنده‌دارتر و پارادوکس عظیم، با اسلحه برقراری صلح در جهان. خب خیری کارهای خیر رو دیدم، دونیشن رو دیدم، دونیشن برای سلامتی، برای اینکه مردم سالم زندگی کنن، زندگی خوب داشته باشن. بعد خیلی آدمای دلسوز، خیلی مهربون، واقعا مهربون، اما می دیدم که سلامتی خودشو در این راه داره از دست میده. سلامتی فکرش، همش نگرانه، گاهی اوقات ناامیده. به اینجا رسیدم که هممون شاید رسیدیم که حتما در کنار این علوم چیز دیگه لازمه که برای من یه دانش حقیقی بشه، ارزش ها رو من بدونم، اون ارزش های زندگی رو من بدونم. ما فقط اینفورمیشن گاهی اوقات به هم میدیم. میدونین که اینفورمیشن با نالج، شما استاد هستین همگی، متفاوته. نالج یعنی من درک کنم،
من معنیشو بفهمم، من معنای زندگی رو بفهمم، بدونم اونی که دارم میگم یعنی چی. بایستی اون اطلاعات من اول به دانش برای من تبدیل بشه. زمانی که به دانش تبدیل شد، زمانی که من اون رو فهمیدم، بعد به کارش اگر گرفتم میشه ویزدم، میشه دانایی، میشه خرد، اون چیزی که اگر ما داشته باشیم دیگه هیچ آسیبی نخواهیم خورد. بر شهری که خرد حاکم باشه مطمئنا روشنایی هست. خب در کنار اون ساینس سوار اتوبوسی شدم که در اون اسپریچوالیتی بود. منظورم از اسپریچوالیتی تو خلسه رفتن، تو فضا رفتن چیزای ماورایی نیست واقعا. نامحدود دیدن خودمونه. تو ذکرم نابنی آدم شهی، هم به خشکی هم به دریا پانهی. دیدن اون توانایی های و قدرت های نامحدود خودمون که درست ساینس به من قدرت میده و قدرت عظیمی میده و به همه دنیا داده که عالی هم هست، ولی در کنارش قدرت های نامحدود خودمونم اگر بدونیم، بعد این دوتا میتونن جهانی رو متحول کنن. اما چرا نمی کنه؟ چرا این جهان ما متحول نمیشه؟ هم خیلی ها هستن که هم ساینس دارن هم اسپریچوالیتی، چرا پس به ویزدم تبدیل نمیشه؟ چرا در زندگی روزانه من نمیاد؟ چرا من دانا نمیشم که در زمان تصمیم گیری هام، در زمان انتخاب کردن هام، در زمان تربیت و هر چیز دیگه، چرا این دانایی من و خرد من خودکار کار نمی کنه؟ چرا؟ جا پیدا نمی کنن این دوتا. اون نالجه جا پیدا نمی کنه که بیاد من باید یه جا داشته باشم بشینم و بتونم دست دور بدم. حالا وقتی که ذهن من جای خالی نداره، این نالج من کجا میخواد بیاد بشینه؟ ذهنی که پر از ترس های افکار بیهوده است، پر از نگرانی هاست، جانه شلوغ پلوغه، پر از قضاوته. این دوتا بایستی فضا باز کنن، نالج فضا باز کنه تا بتونه بیام بشین. و اون چاره ای نیست جز این که من سایلنس داشته باشم. سایلنس هم زبانم از زیاده گویی، بیهوده گویی، منفی گویی، هم فکرم که مولده یک کارخونه 24 ساعت اوپنه. ذهن که وای نمیسته از کار، مدام داره تولید میکنه. حالا من چه خوراکی بهش بدم، چه مواد اولی، اونو برای من تولید میکنه. من یه دقیقه بهش سکوت بدم، یک دقیقه بذارم آروم باشه، و این سکوت سکوت شیرینیه، چون مطمئن باشیم چیزای خوب بعد میاد. اون نالجی رو که داریم جا باز میکنه که بیاد بشینه و برای من کاربرد داشته باشه. اما تا این سایلنس نیاد، هیچ تغییری اون نالجه نمیتونه به ویزدم تبدیل بشه. و این یه ترکیبیه که من ساختم، بهتون پیشنهاد میدم که حتما استفاده کنید. ما به قول حافظ، دست از طلب ندارم تا کام دل برآید. بایستی که این چهار ترکیب رو با هم استفاده کنیم و تاثیرش رو ببینیم. قانونی هست در فیزیک به نام کریتیکال ماس. میتونین داکیومنتاش رو ببینین. میتونین اومدن و در جزیره ای به چند تا یه گروه کوچیکی، چند تا میمون شروع کردن غذای اینا رو عوض کردن. مثلا حالا اگه نارگیل میخواست سیب زمینی شروع کردن به اینا دادن خوردن، سه چهار تا. بعد از مدتی، و اینا هم جدا بودن با هم نبودن، بعد از مدت زمانی، حالا یک سال، وقتی رفتن دیدن تمام گروه میمونا دارن سیب زمینی میخورن. این پدیده کریتیکال هست، یعنی در واقع کمترین میزان انرژی برای ایجاد یک واکنش شیمیایی در یک زنجیره اتمی. راحت تر بگم، شما یه قابلمه آب رو میذارین که روی گاز بجوشه. اولش همه قابلمه شروع نمی کنه به جوشش. چیکار میکنه؟ دو تا اتم
دو تا مولکول آب حرکت میکنن، میخورن به چهار تا، چهار تا هشت تا، و در یک زمان یک لحظه تمام این قابلمه شروع میکنه آب به جوشش. ما در پدیده مد و فشن هم اینو میبینیم. اول همه دنیا یه رنگ لباس نمیپوشن یه دفعه با هم. یه گروه کوچیکی شروع میکنن، یه چیزی رو میپوشن، مدش میکنن و بعد میبینین در یک سال همه دارن مثلا رنگ آبی استفاده میکنن. این در زندگی ما اتفاق میفته. همونطور که دوستان گفتن، یک منفی بافی، یک گلایه میتونه زیاد بشه، یه مرگ گفتن، یه لعن و نفرین. و یک خبر خوب، پخش امید. کاری که برگردیم به ایستگاه آها. در ایستگاه آها که من نشستم، چون دیگه قطارمون معلوم بود که قرار کجا بریم، نشستم تو ایستگاه. یکی از کارهایی که اونجا گفتم خوبه انجام بدم اینه که من مسافرهای زیادی رو دیدم توی قطار علم، اسپریچوالیتی، معنویت، مثنوی. حالا بیام اینا رو با هم آشناشون کنه، یه میکسی بشن که هممون با هم بتونیم یه کاری رو انجام بدیم. اونجا مارتین سلیگمن از قرن 2000 از امریکا آوردمش، جلال الدین مولوی هم از قرن 7 اینا رو با هم آشناشون کردم، چون دیدم جفتشون دارن یه جور حرفای مشترک میزنن. دوتاییشون برای خوب شدن حال آدما بر میگردونن فرد به خودش و تمام اون صفات خداگونهی که من و شما داریم، یعنی عشق، امید، شجاعت، دست و دلبازی، صداقت، و میگن اگه میخوای حالتون خوب بشه دوباره برگردین صفاتتون در خودتون، امید از همه مهمتر و خوشبینی. دوتای اینا این مؤلفه ها رو در آموزه هاشون دارن. پس بنابراین اینا رو با هم آشتی دادم و خب حالا تزی نوشتم که در رابطه روانشناسی مثبت نگر و مثنوی داستان‌های اون بود. و حتی در درمان هم دیگه داستان میگم برای آدم. چه دلیل داره که من اون حال بد فرد رو بکشم بالا، در حالی که هر کسی نقطه ضعف خودشو میدونه. به نظر من شما بچه کوچه که اینقدر لازم نیست بهش بگه تو این کار بد رو کردی، خودش میدونه چه کار بد کرده، چرا من باید بگم؟ ولی قدرت‌هاشو نمیشناسه. پس اومدم و به جای اون قدرت‌های فرد رو بهش بگیم، تواناییش حتی اگر یه دونه داره، حتی اگر یکی داره، ما 99 تا رو نبینیم، اون یکی رو ببینیم. وقتی اینطوری فکر کنی، مثبت و امیدوار و امیدبخشی، اینو میتونی پخش کنی تو جامعه. و به نظر من اگر اون چهار خانم مینایی رفتن فکر کنم در حصولت و حوزه ایشون من وارد میشم و این سوسی رو که من درست کردم، که نه اینکه من، مطمئنن خیلی قبل از من این کار رو کردن، واقعا طعم زندگی رو عوض میکنه. چهار تا اسی که میتونه سویت، سپیناچ، سافران و سالت باشه. سپیناچش میشه ساینس، چون خیلی مقویه، خیلی قدرتمنده. سافرانش سپیریچوالیتیه، طعم میده، رنگ میده به زندگیمون، لذت بخش میکنه، معنا میده به زندگیمون. سالتش میتونه اسپورت باشه که حتما شور و حال میده به زندگی. و سویتش هم سایلنسه، حتما این سایلنس رو از افکار بیهوده، ویستینگ تاوت و ویستینگ تایممون، اینها رو پاک کنیم و بعد ببینیم چقدر بر اساس قانون کریتیکال ماس مطمئن باشیم که حال همه خوب میشه. ما صبر نکنیم حال همه دنیا خوب بشه تا ما حالمون خوب. همین گروه کوچیک میتونه از این قانون پیروی کنه. ممنون هستم.